درود و عرض ادب محضر شما هم میهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان با برگ تازه ای از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم و در برنامه امشب همچون همه شبها در طول هفته مروری خواهیم داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان نخست نگاهی کوتاه بر سرفصل اهم مطالب منتخب در برنامه امشب دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ایرانی جدال بی پایان در درون حکومت جمهوری اسلامی و افزایش حملات به دولت روحانی ادامه مخالفت اقتدار در جمهوری اسلامی با برجام اروپایی و پیوستن علنی و سریح نهاد نظامی سپاه به جمع مخالفین ادامه برجام میدانداری هرچه فضاینده تونرها در حکومت و افزایش هشدارها نسبت به تونرویها و رفتارهای خسمانه در منطقه صدور حکم اعدام هشت نفر به اتهام حمله به مجلس و آرامگاه یا به تعبیری محل دفن روح الله خمینی در حوزه مدیریت شهری انتصاب آقای افشانی به عنوان شهردار پایتخت با تصمیم شورای شهر تهران و اظهار ناخرسندی محافظهکاران کاران تونرو از این انتخاب سرنوشت جنازه مومیایی رضا شاه در حجمی از حراس نظام فقیهان و دفن دوباره این مومیایی بدون هماهنگی با سازمان های مرتبط مانند میراث فرهنگی در حوزه اقتصاد شکست سیاست های پولی دولت روحانی در تکنرخی کردن ارز و کنترل بازار علا رقم توسل به روش های امنیتی و زور و بالاخره در عرصه سیاست خارجه رو آوردن مجدد جمهوری اسلامی به سیاست شکست خورده عهد احمدی نژاد و تلاش برای نزدیکی با کشورهای ضعیف و کوچک برای رهایی از انزوای جمهوری اسلامی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 24 هشت ماه ایرانی برابر با 14 ماه می 2018 میلادی است که در کمتر از 30 دقیقه به آگاهی شما خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید و خانه باز خواهم گشت درودی دوباره محضر شما همیهنان عزیز در همه جای جهان خاصه مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در حالی که جمهوری اسلامی در میان جامعه جهانی هر روز در واقع جایگاه شما تر شده و همین تناسب شکاف و شقاق در ساختار جمهوری اسلامی در درون قدرت نیز بیش از پیش پدیدار می شود روز گذشته بیانیه از سوی مجلس خبرگانی را منتشر شد که در آن از حسن روحانی خواسته شده بود به دلیل خسارت برجام از مردم عذرخواهی کند در این میان روزنامه ی اصر ایرانیان در صفحه یک خود در مطلبی به عنوان روحانی بابت خسارت های وارد شده از مردم خواهی کند با انتشار بیانیه مجلس خبرگان می که لازم است رئیس جمهور صادقانه و با سراحت نسبت به خسارات وارده در برجام که به خاطر عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمی توسط رهبر ایران از جمله اخذ تضمین های لازم از پنج به علاوه یک و نیز عدم رعایت اقدام متناظر و گام به گام پدید آمد از مردم ایران عذرخواهی کند در مقابل اما روزنامه همدلی که خب نزدیک به طیف تحول خواهان است در صفحه یک خود در مطلبی با عنوان دولت آماج به همین موضوع واکنش نشان داد و در بخشی از این گزارش مینوشت که بهتر است معترضان به دولت روحانی سعه صدر و آستانه تحمل خود رو تا سقف دوره دوم ریاست جمهوری رئیس جمهوری پیشین منظور عهد احمدی نژاد بالا ببرند چرا که با نگاهی کوتاه با آن دوران تحمل دوران روحانی برایشان بسیار راحت می شود از سوی ممکن است وجدان های بیدار بر خود خورده بگیرند که چرا چون این اعتراض رو در دوران دولت قبل پیگیری نکرده و در آن دوران سکوت اختیار کردند اما پس از انتشار این بیانیه مشخص شده بود که مجلس خبرگان بیانیه صادر نکرده بود بلکه این بیانیه توسط شخص احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در واقع که رئیس خبرگان هم هست صادر شد و نام کل مجلس خبرگان رو بر اون نهاده بود که البته در همین رابطه انتقادهایم هم در داشت از جمله روزنامه آرمان در مطلبی به عنوان این بیانیه همه خبرگان نیست در صفحه یکی خود به نقل از هاشمزاده ی حریسی عضو دیگر مجلس خبرگان می که هر بیانیه که صادر می شود نمی تواند بیانیه ی مجلس خبرگان رهبری تلقی شود و بیانیه ی رسمی خبرگان که به نام مجلس خبرگان تلقی می شود و رسمیت هم دارد این است که مطلب یا مطالبی را بنویسند و در صحن اجلاس مطرح کنند و آنجا بررسی شود و به تصویب اکثریت برسد در ادامه خبرها و نظرها مروری خواهم داشت بر آخرین کشمک حول ماجراهای پساورجام و مخالفتها با برجام اروپایی پس از خروج یک طرفه آمریکا از برجام بسیاری از تندروها خواهان باطل اعلام کردن این توافقنامه از سوی ایران شدند و حتی در مجلس نمایش بسیار زننده و مزهک آتش بازی هم به راه انداخته بودند که خب در بردم های شب های گذشته به آن پرداختند اما دلواپسان و تندروهای دسترستی که از پیش هم در واقع مخالف برجام بودند همچنان فشار به دولت برای خروج از توافق هسته ای رو در دستور کار خود قرار دادن از جمله آنها روزنامه وطن امروز شاخه رسانهای ای محافظه کاران تون رو مصوم به دلواپسان است که در گزارش اصلی صفحه یک خود در مطلبی به عنوان نوشداروی چینی بعد از مرگ برجام با انتقاد از اینکه چرا زمان مذاکرات تیم هسته ای تمرکزش مذاکره با آمریکا بود به دولت روحانی و مردان مذاکره مجددا می تخت. این جریده روزنامه از جمله مینوشت که ظریف حالا پس از خروج آمریکا از برجام به دیدار همتای چینی رفت این روزنامه در ادامه با انتقاد تند از مذاکره کنندگان با عبارت از تهدید تا کرنش بی سر انجام معتقد بود که برایند واکنش دو ماه گذشته روحانی و تیم مذاکره هسته‌ای در دو بازه زمانی منتهی به خروج آمریکا از برجام و پس از خروج آمریکا از برجام تا کنون است از اواخر سال گذشته حسن روحانی و سایر مقامات دولتی که در به بار آمدن برجام نقش داشتند در پاسخ به ضرب الاجل ترامپ برای تغییر برجام یا خروج آمریکا از این توافق از واکنش فوری و در عرض کمتر از یک هفته ای ای ایران به این اقدام می گفتند که غیر قابل تصور و شدیداً دردناک است و منجر به پشیمانی طرف مقابل خواهد شد در سوی دیگر اما روزنامه افکار در مطلبی با عنوان برجام بستری برای نهادینه شدن تحریم ها شد گزارش میداد که محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران هم به جمع مخالفان برجام پیوسته و عنوان کرد که نتیجه مذاکرات و توافقنامه برجام به جای اینکه مانعی در برابر تحریم ها باشد بستری برای نهادین سازی تحریم ها علیه کشور شد البته این فرمانده حسفا فراموش کرده که گویا در سال 94 و پس از اعلام توافق ایران با غرب خود ایشان گفته بود که آمریکا مجبور به فراموشی همه گزینه های روی میز و روی آوردن به دیپلماسی شد و اکنون با فرصت طلبی فضا را برای تقابل با دولت مناسب میبیند و این گونه سخن میگوید اما همزمان با افزایش تنروی های فراتیون درون حکومت و درخواست ها برای خروج از برجام و آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس و همینطور پرتاب مشک به سوی اسرائیل توسط سپاه قدس بسیاری از کارشناسان نسبت به ادامه این رفتارها هشدار میدهند یکی از مروجین خشونت و خروج از برجام خب همگان آشنایید روزنامه کیهان تحت نظارت علی خامنه است که در یادداشتی داشتی به عنوان خروج از برجام و آنچه که نباید مینوشت با خروج آمریکا از برجام برخی از تهدیدات ترامپ ترسیدن این روزنامه اضافه می کرد که دولت و آقای ظریف باید بدانند ملت ایران و رهبری هیچ اجازه ای به آنها برای مذاکره درباره قدرت دفاعی و موشکی و نقش ایران در منطقه در این مذاکرات چند هفته ای و عقب نشینی از خطوط قرمز نظام آنگونه که در مذاکرات هسته ای صورت گرفت نداده اند و شخص ظریف باید از موزه مختدرانه ملت و رهبری با اروپایی ها برخورد کند چرا که وقت امتیازدهی پشت پرده و دوران قاجاری گذشته است البته این روزنامه اشاره نمی کند که ظریف بدون اذن آقایشان قطعا قدرت آب خوردن هم نخواهد داشت اما روزنامه شرق در مقاله با, به عنوان دام نگران کننده با هشدار نسبت به رفتارهای خارج از قاعده تندروها مطلبی نوشته بود از جمله آنکه در روزهای گذشته و همزمان با تشدید بحران در سوریه میان ایران و اسرائیل اکثر کشورهای اروپایی علیه ایران موضع گیری کردند تداوم این روند در شرایطی که روسیه موضعی عجیب یعنی منظور هم دعوت به مذاکره دو طرف می کند موضعی عجیب اتخاذ کرده به طور طبیعی تزلزل موازه اروپا در حمایت از برجام رو نیز در پی خواهد داشت به عقیده نویسنده روزنامه شرق با توجه به اختلاف نظر آمریکا و اروپا درباره توافق هسته‌ای هر دو در موضوعات فعالیت موشکی ایران و نفوذش در،, در منطقه نقطه نظرات و نگرانی های مشترکی دارند. به زم نویسنده شرق ایران باید به سرعت درباره حفظ موزه اروپا در برجام به جنبندی در بالاترین سطوح تصمیم گیران برسد و, و مانع نقش آفرینی دیگر موضوعات در به شکست کشاندن برجام شود در ادامه خبرها و نظرها فرجم مهاجمان به آرامگاه خمینی و مجلس ایران با حکم اعدام به دنبال برگزاری هفت جلسه محاکمه موسا قزن فرابادی رئیس دادگاه انقلاب گفت که هشت متهم به همکاری با داعش و حمله به مجلس و مقبره خمینی در خورداد 96 به اعدام محکوم شدند در میان روزنامه حمایت ارگان قوه قضاییه ایران در صفحه یک خود در تیتری به عنوان هشت تروریست داعشی به اعدام محکوم شدن می که علاوه بر حکم اعدام اموالی که در جهت اعمال اعمال تروریستی صورت گرفت به نفع مقابل با اقدامات تروریستی ضبط شده که شامل مقداری وجه نقد، ارز، تجهیزات نظامی و یک دستگاه پراید است و به نفع مجموعه هایی که اقدام کردن زد شده است این مقام قضایی ادامه داده بود که 18 نفر دیگر از متهمان باقی مانده که اقدامات مقدماتی در حال انجام است و پس از اینکه پرونده از دیوان عالی کشور برگردد به اتهام سایر متهمان نیز رسیدگی خواهد شد در هفته های نخست پس از وقوع حملات در تهران مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در چند گذرش از دستگیری ده ها نفر از اعضای داعش یا افراد مزنون به همکاری با آنان در استانهای البرز، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان خبر داده بودند که در همان زمان گروه های حقوق بشری نسبت به شفاف نبودن روند بررسی پرونده این متهمان هشدار داده بودند. و اما ماجرای پرآو و چشم شهردار تهران از منظر مطبوعات بدین معنا که بسیار ماجرای طولانی و پر تنش شده بین جناهای موجود در جمهوری اسلامی به پس از بیش از یک ماه کش و قوس در شورای شهر تهران بر سر انتخاب شهردار پایتخت پس از استعفای نجفی به یک محمد علی دیگر با نام محمد علی افشانی با رأی 19 نفر از 21 عضو شورای شهر شهردار تهران شد بسیاری از روز ها نیز خبر انتخاب شهردار جدید تهران رو در صفحات یک خود منعکس کرده بودند. در این میان روزنامه اعتماد مطلب اصلی صفحه یک خود رو به عنوان اجماع اصلاح طلبان به همین موضوع اختصاص داد. اعتماد در بخش از این گزارش اشاره می کرد که 19 رأی موافق به محمد علی افشانی تکلیف یکی از مهمترین نهادها یعنی شهرداری پایتخت را رو روشن کرد. به این ترتیب اعضای حزب اعتماد ملی موفق شدند با استفاده از لابیگری های داخل و بیرون از شورا گزینه مورد نظر خود رو راهی بهشت کنند این روزنامه به نقل از سید حسن رسولی یکی از اعضای شورای شهر می نوشت که 21 عضو شورای شهر برخواست از پایگاه اجتماعی اصلاحات هستند که شخصیت های همچون دکتر عارف در حضور اعضا در این جایگاه مؤثر بودند گواهی می دهم که هیچ کدام از احزاب و شخصیت های تأثیر اصلاح طلب به دنبال دیکته کردن نظراتشان به ما نبودند و شورا با استقلال کامل به شهرداری رای داد منظورش این بود که مداخله از سوی مثلا عبدالله نوری یا محمد خاتمی اینا صورت نگرفت اما همانطور که انتظار میرفت انتخاب آقای افشانی به عنوان شهردار خب قطعا به مزاق محافظه کاران خوش نیامد از جمله روزنامه سیاست روز در صفحه یک خود در مطلبی به عنوان تکرار انتخاب مدیر سیاسی برای شهرداری تهران که با به بردن واژه تکرار در میان دو گیومه عملا به مقوله تبلیغ آقای خاتمی به مسئله انتخابات مجلس پیشین اشاره داشت که با بکارگیری واژه تک تکرار گویی و موفق شده بود بسیاری از شهروندان رو به صندوق آرا بکشاند به نوعی قصد داشت عنوان کنند که شهردار تهران با اعمال نفوذ محمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات برگزیده شد این روزنامه در ادامه با کنایه شورای شهر رو به آشی که همه چیز در آن است تشبیه کرد و مینوشت که بالاخره اعضای شورای شهر تهران با همه لجبازی ها و مخالفت با یکدیگر حزب بازی ها و جناحبندی ها هم سایه خود در بهش رو انتخاب کردند و یک مدیر سیاسی را برای کرسی شهرداری تهران برگزیدند البته مسلما تندروها و محافظه‌کاران محمد علی افشانی که خب در دولت خاتمی یکی از مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش بود و حتی به حمایت از نمایندگان متحسن مجلس ششم استعفا داده بود رو به خاطر می آورند. و به همین دلیل بهانه برای مخالفت بیشتر با ایشان رو پیشه کردن و بهانه لازم رو دارند. به نظر می شهرداری تهران به محلی برای نبردهای درون حکومتی کارگزاران نظام ولایت فقی تبدیل شده و در میان شهروندان این کلان شهر همواره متضرر این سفارایی های سیاسی هستند کماکان حول شهر میگذریم این بار از عرصه مدیریت شهری به حوزه فرهنگ شهری گذاری خواهیم داشت پس از پیدا شدن پیکر مومیایی رضاشاه و ناپدید شدن یک باره آن اکنون یکی از مقام های سازمان میراث فرهنگی خبر داد که این پیکر بدون هماهنگی با سازمان های مرتبط مانند میراث فرهنگی دو بار پی دفن شده است روزنامه شهروند در صفحه یکی خود در گزارش به عنوان مومیایی ری بدون هماهنگی با ما دوبار دفن شد مینوشت که گفته بودند در حال پیگیری هستیم اما پیگیری ها به جایی نرسید و مومیایی جنجلی ری دفن شد مدیران میراث فرهنگی کشور مدت زیادی سوالات خبرنگاران رو بی جواب گذاشتند و دست آخر پاسخ رو یکی کردند و اینطور جواب دادند باید از ما درخواست کارشناسی شوند روزنامه شهروند در بخش دیگری از مطلب خود به نقل از معاون سازمان میراث فرهنگی نوشت موضوع این است زمانی که این جسد پیدا شد بلا فاصله تدفینش کردند یعنی روز اولی که پیدا شد تدفین موقت کردند و روز بعد تدفین دائم با موازین شرعی بنابراین به لحاظ کارشناسی یا باید درخواستی رسمی از ما میشد یا اینکه از جهت شرعی میگفتند آیا دوباره میشود این جسد را بیرون آورد یا خیر که در مورد اول اینکه درخواستی به ما داده نشد تا از هیته کارشناسی وارد شویم و دوم اینکه این, این اتفاقی است که در برنامه های توسعه عمرانی میافتد و چیزی پیدا می شود و از ما استعلام نمی کنند. این مقام سازمان میراث فرهنگی ادامه داده بود که به هر حال سازمان میراث فرهنگی یک شرح وظایف قانونی دارد و ما در آن چارچوب آزادی عمل داریم به طور مثال اتفاق مشابه میافتد و ما نهایتا باید بگوییم حفظش کنید خب همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز نیز آگاهید افزایش محبوبیت خاندان ایران ساز پهلوی که در شعارهای معترضین دیماه و پس از آن کاملا ملموس و عیان بود آنچنان باعث ترس و نگرانی و حراس افراتیون حکومت جمهوری اسلامی شده که حتی مایل نبودند بجز نهادهای امنیتی نهاد دیگری به مومیایی رضاشاه دسترسی یابد حکومتی که از یک مومیایی در حراس است به دنبال تشکیل امپراتوری اسلامی زل نظام ولایت فقاهت است در حوزه اقتصاد ایران و بازار لرزان ارزهای خارجی و دلار نه اطمینان خاطر دادن های روحانی از کنترل بازار و نه وعده های دیگر مسئولان دولتی برای فراهم کردن دلار 4200 تومانی به اندازه نیاز مردم البته نتوانست جلوی شکست سیاست تکنرخی کردن ارز و دلار رو از سوی دولت بگیرد و اقدام های دولت روحانی برای آرام کردن بازار ارز عملا با شکست مواجه شد. روزنامه اقتصادی جهان صنعت در این رابطه در صفحه یک خود در مطلبی با عنوان سراب ارز تکنرخی به تحلیل این وضعیت پرداخت. این روزنامه مینوشت. نوشت با اینکه رئیس جمهور اواخر سال گذشته به مردم قول داد نوسانات ارزی به سرعت کنترل شود اما کشمکش های ارزی آنچنان ادامه دار شد که درست در سال حمایت از کالای ایرانی خون تولید کنندگان ایرانی رو در شیشه کرد بدین روی در شرایط فعلی همان قدرت رقابت تولید کنندگان با رقبای خارجی نیز از دست رفته و حتی مواد اولیه با کیفیت برای تولید هم یافت نمی شود این روزنامه در بخش از این گزارش می نوشت که آنچه این سیکل معیوب و آزاردهنده رو تشدید می کند آن است که طبیعتا ادامه چون این شرایطی می تواند برای ادهی رانت های فوقلاده ایجاد کرده یا اینکه پوششی برای پنهان کردن ضعف های مدیریتی باشد و به این صورت آهسته آهسته حتی سیاست گذاران هم فراموش می کنند که اقتصاد باید بر ریل خود و به دور سیاست زدگی حرکت کند. اما در سوی دیگر دولت به جای کنترل مبادی خروج ارز خروج ارز عمده که شرکت های وابسته به سپاه هستند و در هفته های پیش نیز به چگونگی خروج این ارز اشاره کرده بودیم در عملی جدید میزان خروج ارز توسط مسافران رو به نصف کاهش داد روزنامه ابرار اقتصادی در صفحه یه که خود با اعلام این خبر در مطلبی به عنوان سقف مجاز خروج ارز همراه مسافر نصف شد مینوشت در تازه تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر تا سقف پنج هزار یورو تعیین می شود این رقم نسبت به ده هزار یوروی قبلی عملا نصف شده است فقط یعنی در واقع اعمال قدرت بر شهروندان با تازه هایی از سیاست خارجه برنامه رو عملا به پایان میبرم به دنبال افزایش احتمال منزوی شدن مجدد جمهوری اسلامی در پی تحریم های آینده ای آمریکا علیه ایران و فاصله گرفتن شرکت های غربی از جمهوری اسلامی نظام مجددا تلاش است که حمایت کشورهای ضعیف و جهان سومی رو جلب کنند سیاستی که خب به یاد داریم زمان احمدی نژاد آن رو یک بار تجربه کرده بودم من دنبال بورکینافاسو سنگال و کشورهای در این سطوح بودند علاوه حال در این راستا روز گذشته آقای خامنی رهبر ایران نیز با رئیس جمهور سریلانکا دیدار کرد که این دیدار در بسیاری از های چاپ تهران نیز انعکاس یافت موضوعی که عملا برای شهروندان از ذره ارزش خبریم. برخوردار نیست روزنامه رسالت با انتشار تصویری از این دیدار به نقل از خامنه این نوشت که سطح کنونی روابط تجاری ایران و سریلانکا را بسیار کمتر از ظرفیت های موجود و کشورهای آسیایی باید هرچه بیشتر با یکدیگر کار و همکاری کنند زیرا این همکاری ها موجب تقویت آن خواهد شد عملا گسترش روابط مد نظر رهبر ایران با سریلانکا به عنوان یکی از ضعیفترین اقتصادهای آسیایی یادآور خاطره گسترش رابطه ایران با جیبوتی، کومور و بولیوی در زمان محمود احمدی نژاد است که در آن دوران حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با به زم خودشون با قدرت‌های غربی در جهان بر روی کشورهای کوچک و فقیر دنیا سرمایه گذاری می کردن که جالب اینجا بود که بسیار از همین کشورها الان کاملا به نحوی زنها روی برگرداندند و در دائره دوستانشان هم نیستند و با این مطلب وقت برنامه امشب من به پایان میرسد تا شامگاه فردا در ایران فردا بامداد روشن بدرود